من از اینجا درود میگم خدمت بینندگان عزیز این برنامه، هممیهنان عزیزمون در هر کجای دنیا، به ویژه در ایران، اون کشوری که در اختیار عده‌ای دزد و قاچاقچی و کلاهبردار و آدمکش قرار گرفته. اونها در حدود 2000 یا 3000 نفر ملت ایران رو به اسارت گرفتن و در اون زندان بزرگ محکوم کردن که حتما اون چرا که آنها میکنن تحمل کنن. مهمترین مطلبی که اکنون و این روزها ورد زبان است، قتل غلامرضا منصوری، قاضی جنایتکار و یکی از متهمین پرونده فساد اکبر طبری. اکبر طبری میگویند کارچاخ کن قوه قضاییه بوده. این فرد در واقع احکامی رو که صادر میشده روشون اهمیت و در واقع ارزش های بخصوصی میداده، یعنی میشده دم این فرد رو ببینن، پولی بپردازن و حکم اعدام تبدیل بشه به تبرئه آزادی، یا اینکه فردی که در حقیقت بیگناه بوده به اعدام محکوم بشه. به هر صورت این جنایتکارانی که در قوه قضاییه کنار هم دیگه جمع شدن، گرفته از اون رئیسی، قبل از اون شاهرودی، اون سید کثیف شاهرودی، این لاریجانی کثیف، نادرست، ناپاک و دزد و احتمالاً جاسوس، اینها همه پولهای ملت رو، مملکت رو جمع کردند و در حسابهای خودشون از بهره اونها استفاده میکردند و کسانی هم که در واقع میامدن و در قوه قضاییه یک ودیعه میگذاشتن که منتظر محاکمشون باشن، اگر تبرئه میشدن اون پولا رو پس نمیدادن بهشون. برای پس گرفتن این پولا میبایست دوندگی های بسیار میکردن و شاید بهشون این پول رو پس میدادن. به هر صورت این طبری 7 روز بعد از اینکه رئیسی به رئاست قوه قضاییه رسید، از پستش برداشته شد و اون منصوری هم قبلا از ایران فرار کرده. یعنی اینها واقعا پرونده‌هاشون اونقدر کثیف است که خودشون هم میدونن که اینها هیچ گونه اعتبار و امنیتی در اون جمهوری کثیف اسلامی ندارن. یکی که این افراد میدونن که بالاخره روزی طناب دار به گردنشون خواهد افتاد و این غلامرضا منصوری که فرار کرده بود، از قرار معلوم در آلمان بود، در اون بیمارستان آقای پروفسور سمیعی، و بعد که مشخص شد ایشون اونجاست و آقای کاوه موسوی، اون وکیل در واقع ملت ایران، دنبال ایشون بود، فرار کرد از آلمان و رفت به رومانی. در رومانی هم اینترپول او رو زندانی کرد، دستگیر کرد، زندانی شد و صحبتی که با قاضی اونجا کرده بود، گفته بود اگر من محاکمه بشم امکان داره حرفایی بزنم که به ضرر این رژیم کثیف و قوه قضاییه باشه. بنابراین قاضی گفته بود خیلی خوب، تو آزادی، اینجا باش، ولی هفته یه روز بیا خودتو معرفی بکن. چند روز پیش این فرد رو از طبقه پنجم یک هتل با این انداختن و مرد. حالا اسمشو گذاشتن خودکشی. معمولا این آخوندها هیچ کدوم خودکشی نمی کنن. اینها رو خودکشیشون کردند. حالا آیا عمال جمهوری اسلامی بودند یا اینکه دیگران، مشخص نیست و شاید هم به هیچ عنوان مشخص نشه، چون جمهوری اسلامی در جنایتکاری و پنهانکاری ید طولایی داره و میخوام بگم قهرمان دنیاست. از جناب عالی تمنا میکنم، بانو مقدم عزیز، جناب عالی میکروفون رو به دست بگیرید و شما اگر در این زمینه صحبتی دارید بفرمایید. سپاسگزارم جناب آبار گرامی، درود دارم به همگی شما و به همگی بینندگان و شنوندگان. امیدوارم در هر کجای این گیتی که هستن تندرستیشون پایدار باشه و شاد باشن. امروز در ضمن میخواستم یادآوری بکنم که روز جهانی پناهنده ها هستش، که واقعا در این سالهای اخیر شمار پناهنده ها به شدت بالا رفته. صدها هزار انسان، چندین میلیون، یعنی بالای چندین میلیون انسان در سراسر گیتی
آواره هستن، البته بسیاریشون توی کشورهای خودشون مثل قاره آفریقا توی آفریقا سرگردان هستن، فراری هستن، ولی بسیاری هم از مرزهای کشورهای خودشون فرار میکنن و به کشورهای دیگه میرن و این دستاورد حاکمیت‌های فاسد، دیکتاتور و ضد بشری هستش. جناب آبر گرامی، شما اشارتون به قاضی بود که کشته شد، البته اینها دیگه چند بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی به قضاوت رسیدن، در واقع مؤمنین هستن یا آخوندها هستن، غلامرضا منصوری که رویترز البته خبر داده که در لابی هتلش جسدش افتاده، یعنی در توی خود هتل از بالای پله ها انداختنش پایین، به احتمال زیاد کشته شده. ایشون در شعبه 9 دادسرا در اجرایات بخش لواسان بازپرس بوده و همچنین قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه هم بوده. همونجور که شما اشاره کردین، از زمانی که ابراهیم رئیسی آمد ریاست قوه قضاییه رو گرفته، یک سری تصفیه هایی شروع شده که اون هم به نظر میرسه به خاطر اینکه رئیسی برای خودش محبوبیتی دست و پا بکنه و تا به حال به نظر میرسه که حدوداً 60 تا قاضی رو در ایران از کار برکنار کردن و این هم تماماً فاسد هستن و کسانی که مسئول بدبختی و تیره روزی مردم ایران هستن. به هر حال ایشون قبل از این جلسه دادگاه 18 خرداد خارج شده بوده از ایران، پارسال خارج شده بوده از ایران، به نظر میرسه که بیمار بوده و سال گذشته خارج شده بوده. ازش خواستن که به خاطر مسئله دادگاه که اونجا مطرح شده که رشوه گرفته برگرده و خودش هم چند روز پیش یک کلیپی از خودش توی رسانه‌های اجتماعی پخش کرده که برمیگرده به ایران و تا روز همین جمعه تا ساعت 11 هم ظاهرا با خانوادش از طریق تلفنی در ارتباط بوده و بعد از ظهرش این جسدش پیدا شده و گفته شده که خودکشی کرده یا اینکه خودکشیش کردن. به هر حال این شخص در ارتباط با اکبر طبری، همونجوری که شما گفتین، دستگیر شده، در ارتباط با پرونده اون بوده که این اکبر طبری در واقع گفته میشه که یک شخص مهم قوه قضاییه در سایه، یعنی از اشخاصی در سایه بوده که تمام برنامه‌های قوه قضاییه رو میگردونده. در لواسان این شخص به هر حال در دستش در کار تمام زمین خاری ها و تمام اتفاقایی که کوه خاری، تپه خاری و اتفاقایی که در منطقه لواسان پیش اومده. متاسفانه اونجا همه خبر دارن که چقدر افراد سوجو و سرمایه گذارا با زد و بندایی که داشتن با مقامات قضایی و رانتایی که دادن و رشوه هایی که دادن توی اون تمام مناطق خوشاب و هوای شمال تهران، توی حوزه فعالیت محیط زیست و قسمت هایی که مربوط به اداره منابع طبیعی، خونه سازی کردن، ویلا ساختن و تمام اینا. اگر یه شخص عادی بخواد بره اونجا زمینی بخره، خونه‌ای بخره، به هیچ وجه بهش اجازه نمیدن، ولی رانتخارهای بزرگ اونجا در جاهای بهترین جاهای که حتی محیط زیست حیوانات هست اونجا رفتن ویلا ساختن، تمامش رو مرهون خدمات آدمایی مثل این شخص که کشته شده یا مرده هستیم ما. به هر حال این قضاتی که امروز تکیه بر صندلی قضاوت در حکومت اسلامی زدن، کسانی هستن که واقعا باعث فساد و بدبختی توی مملکت ما هستن. این شخص چون مسئول بخش رسانه، دادسرای فرهنگ و رسانه هم بوده،
مسئول دستگیری بسیاری از خبرنگاران هم بوده، مثل ریحانه طباطبایی، مثل اکبر منتجبی، مثل سبا آذرپیک، مثل پوریا عالمی. یکی از اشخاصی که بسیار موضوعش بر سر زبان‌ها افتاد سعید کریمیان بود که مدیر تلویزیون جم بود، که همین شخص، همین قاضی، تمام برای اینکه فشار بیاره که اون شخص برگرده به ایران و تلویزیون جم بسته بشه، تمام خانواده سعید کریمیان رو دستگیر میکنه و توی بدترین و امنیتی ترین زندان ها میندازه برای اینکه فشار بیاره به کریمیان. و بعد کریمیان به طور موقت تلویزیونش رو تعطیل میکنه، ولی اونها رو قاضی آزاد نمیکنه. به هر حال سعید کریمیان کسی بود که 5 سال بعدش در سال 96 در استانبول ترکیه، حتما خبر دارید که به سوء قصدی بهش میشه و با ضرب 27 گلوله کشته میشه. و حتی شخصی که یک تاجر کویتی در کنارش بود، همراهش بود، اون رو هم میکشن. به هر حال اینها واقعا سوابق تاریکی دارن که به هر حال شاید بشه گفت که یک جوری دارن حسابش رو پس میدن و ما امیدواریم که تمام قضات فاسد بتونن روزی در دادگاه مردمی تقاص تمام کارهایی که دادن رو پس بدن. ما میبینیم که به هر حال اینها دستشون همه جا دراز هستش، حتی تا رومانی، ولی نمیتونن جلوی آتش سوزیایی که امروز سراسر ایران رو فرا گرفته حتی هم قابل اون کوچکترین کاری بکنن. من میکروفون رو تقدیم دوستان میکنم. سپاسگزارم از شما بانو مقدم، از فرمایشات بسیار جالب و جامع شما. عرض کنم خدمتون که بله، از شما فرمودید امروز روز جهانی پناهندگان سیاسیه، درسته؟ بله. ما البته مشکل بزرگی داریم با پناهندگان، چون بسیاری افرادی که از ایران به خارج از ایران میان پناهنده سیاسی نیستن و اینها خب راه نزدیکشون ترکیه است، احتمالاً کشورهای همجواره که در اونجا معمولاً گرفتار این رژیم های میخوام بگم دیکتاتوری که اونجا هستند میشن و بهشون بسیار بسیار سخت میذاره. ما الان میدونیم در ترکیه یا در یونان، حتی در پاکستان و حتی در افغانستان هم هستن ایرانی هایی که از ایران فرار کردن و اونجا با وضعیت بسیار بسیار بدی گذران میکنن. و البته من میخوام به هممیهنانمون در ایران بگم نکنید این کار، از ایران خارج نشید، با این نظام مبارزه کنید، سعی کنید نظام رو بلندازی کنید. شما آمدنتون به ترکیه یا به احتمالاً یونان یا وقتی که شما به افغانستان یا پاکستان یا کشورهای همجوار میرید، اونجا برای شما ارزشی قائل نیستن، چون این حکومت، این رژیم واقعا ارزش و اهمیت و اعتبار ایرانی رو در از این 41 سال کاملا مخدوش کرد و ایرانی ها دیگه ارزش اعتباری ندارند. بنابراین ایرانی ها وقتی هم به خصوص از ایران که فرار میکنند و میگویند ما از جمهوری اسلامی فرار کردیم، به هیچ عنوان به اونها ارزش قائل نیستند، به خصوص کسانی که از نظر اقتصادی فرار میکنند و از نظر سیاسی کاری نکردند یا تحت فشار نبودند. چون اکثرا کشورهای اروپایی کسانی رو که در ایران تحت فشار سیاسی بودند، یعنی به زندان افتادند، شکنجه شدند، به احتمالاً به اونها فشارهای بالا بردن یا خانوادهشون در خطر بودن، اونها فوراً پناهندگی میدن. ولی به کسانی که از نظر اقتصادی به خارج از ایران آمدن، به هیچ عنوان پناهندگی نمیدن، حتی اگر اونها خودشون بتونن از ترکیه یا از یونان به این کشورها برسونن. ما الان در آلمان تعداد بسیار زیادی افرادی رو داریم که به عنوان پناهنده سیاسی آمدن، ولی مدرکی ندارن برای اینکه ثابت کنن پناهنده سیاسی هستن. و دولت آلمان هم معمولاً اونها رو بهشون رد میکنه از سر پناهندگی سیاسی و بعضی ها رو ممکن است که دپورت بکنه، ولی بسیاری رو بهشون اجازه میده که به صورت دولدونگ بهش میگن، یعنی تحملشون میکنن که اینجا بمونن و زندگی بکنن، یه خب زندگی بخور نمیده داشته. این است که واقعا اون هممیهنانی که به خصوص جوانانی که در ایران هستن و فکر فرار از ایران رو دارن، بعد بدونن هیچ کجای دنیا اونها جایی نخواهند داد، ارزشی برای اونها قائل نخواهند شد. بنابراین باید در ایران مبارزه کنند با این رژیم کثیف و سعی کنند که این رژیم رو برکنار کنند، براندازی کنند، تا در ایران حاکمیت پارلمانی مردم
به ثمر برسه و هر فردی در ایران با اون حقوقی که داره برسه. اخیراً علی خامنه‌ای جنایتکار گفته دولت جوان و حزب اللهی علاج مشکلات ماست. بله، دولت جوان و حزب اللهی. عده پاسدار رو جمع کردن در مجلس، اینها شدند وکلای مردم و عده ای رو دزد و قاچاقچی آدمکش رو جمع کردن به عنوان رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مجریه، رئیس قوه مقننه و اینها هم خودمون میدونیم اسمشون رو من بیارم، مقننه اون قالیباف دزد و جنایتکار، در رئیس قوه قضاییه اون رئیسی دزد آدمکش و بسیار خطرناک. روحانی رو که خودتون همه میشناسید، میدونید کی است. او هم یکی از جنایتکاران دزدان و پشت هم اندازان است که در مملکت ما رئیس قوه مجریه شد. بعد اینها هم عده زیادی از افراد دزد و قاچاقچی رو زیر دست خودشون دارن که میگویند با اینها میخوان مملکت ایران رو اداره کنن. در خیر اینها کار مملکت ایران رو خرابتر میکنند و به نظر میرسه که روزهای اونها شمرده شده. این حکومت، این رژیم به آخر کارش رسیده از هر نظر، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی و هیچ گونه آینده درستی نداره. من از جناب دکتر کیانزاد خواهش میکنم ایشون میکروفون رو به دست بگیرن و بیاناتشون ایراد کنن. بفهمید جناب دکتر کیانزاد. بله، با درود به دوستان گرامی و به همیهنان عزیز در درون و برون از میهن عزیزمون ایران زمین. خب بر روی آنچه را که بیان کردید در رابطه با پناهندگان سیاسی، این که از این جهنمی که جمهوری اسلامی در این 41 سال گذشته در میهن ما به وجود آورده و به ویژه جوانان و زنان مردان کشورمون بر روی هر انسان آزاده به دنبال اینه که بتواند خوشبخت بشه، یک زندگی خوبی رو برای خودش درست کنه، برای فرزندانش درست بکنه. خب این از نظر حق و حقوق شهروندی جز این نمیتوانه باشه. اما آنچه را که بر روی جناب دکتر آبار بیان داشتند، خب بیان حقایقی است که در کشورهای بگوییم که در برومرز وجود داره. از سوی دیگر هم باید بگوییم که مسائل جهانی و مشکلاتی که به ویژه در درازای این چند دهه های گذشته به وجود آمده، شرایطی رو به وجود آورده که این مسئله حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر، دفاع از بگوییم که زندانیان سیاسی، دفاع از جریان پناهندگان رو جدی گرفتن و به ویژه در این هنگامه کرونا بسیار بسیار، یعنی نمیتوان انتظار این داشته باشن که دلسوزی نسبت به، خیلی ساده بگوییم که دادخواهان، یعنی ملت ایران و مردم ایران بشه. به همین سبب هم هست که این رهبران کشورهای به اصطلاح آزاد جهان با کمال بی‌شرمی در کنار این، حالا اون جناب ظریف به عنوان وزیر امور خارجه است و یا دیگر رهبرانش، من یه تصویری دیدم همین روزهای گذشته از روحانی که تنها با جناب جانسون نخست وزیر انگلیس گرفتن نشسته، هم خوشبش میکنند و آقای روحانی با خنده و اشفگری با هم سخن میگویند، خیلی ساده، یعنی دیگه توجه به این ندارن که این شخصی رو که باهاش به این صورت
گرفتن نشستن صحبت میکنند یک جنایتکاره. و بنابراین این مسائل خب وجود داره. اما آنچه را که دوستان در رابطه با این غلامرضا منصوری بیان داشتند، خب این هم به مانند صدها کسانی که به عنوان قاضی دادگاه های انقلاب اسلامی در دراز این 41 سال گذشته مسئول بگوییم که این بودند که بسیاری رو هزاران هزار نفر در زندان ها به زندان ها فرستادن و صدها نفر رو در واقع رای به نابودیشون در واقع دادند. خب شکی نیست جنایت کارند و این جناب غلام علی منصوری هم یکی از اونهاست. حال من اینجا دیدم که جناب پروفسور کاوه موسوی یه مصاحبه ایم داشتم که با اجازه کوتاه میگذارم برای این که مهمه. مهم از این است که یک بگوییم که دادخواه یک قاضی دادگستری در مرتبت بر روی اکادمیک و علمی یک پروفسور چگونه میاندیشه و به ویژه به دنبال این هست که بتونه هر کجا میتوانه این جنایتکاران رو دنبال بکنه و بتونن دستگیرشون بکنن. و هنگامی که بعد ما میبینیم که در یک چنین شرایطی دیگرانی که خود رو بگوییم که کنشگر سیاسی به حساب می آورند امروز چگونه، یعنی به چه صورت می توانیم مورد بررسی قرار بدیم که مسائل حاد جامعه ایران رو اشاره اگه بر این داشته باشیم که پیش از دو سوم از مردم ایران زیر خط فقر به سر می برند، نداری و گرفتاری های روزانه بسیار و همه این نامرادی هایی که به اصطلاح وجود داره، خب مثلا فرض کنید که میرن یه عده در همین هفته گذشته، روزهای گذشته، یک دو هفته گذشته در شهر هانوفر باز یک عده جمع میشوند، فراخانی رو تشکیل میدهند، اسمش رو هم میذارن یه فراخانه به اصطلاح که سالیان دراز میگویند که بررسی علمی در رابطه با مسئله فدرال و فدرالیسم برای ایران گرفتن نشستن کردند و مسائل امروز حاد جامعه ایران و گرفتاری های مردم ایران مورد توجهشون در واقع نیست. بنابراین من فکر میکنم که در رابطه با این جنایتکارانی که و بریجه این که اشاره جناب دکتر آبار به جناب خامنه‌ای و این دولت به اصطلاح جوان و این افرادی رو که اومده این مسئولیت رو در واقع بهشون داده باید گفته بشه. اتفاقا یک نامه ای رو جناب محمد نجفی وکیل دادگستری که محبوس در زندان مرکزی عراق به همین خامنه‌ای نوشته و میگوید که انتخاب ما نه امام در ماه بود و نه ملت در چاه و یک اشاره ای داره در رابطه با مجلس خبرگان در سال 68 وقتی که مسئله رهبری مطرح میشه، خود این آدم این جناب خامنه‌ای این است که در اونجا
بلند میشه و صحبت میکنه. من فکر میکنم دوستان همه دیدن، مردم ایران هم این فیلم رو دیدن. میگوید مخالف هستم رهبر بشوم، هم از نظر شرع و قانون رهبر شدنم مشکل دارد. باید خون گریست به حال ملتی که به اصطلاح احتمال رهبر شدن من مطرح باشد. خب وقتی که یه بشری، یه آدمی خودش میاد 30 سال گذشته در رابطه با خودش این سخنان رو بر لب میرانه که خب نه اینکه نمیخواسته رهبر بشه، به هر حال عمره این صحبت‌ها رو کرده و میدونستم که مسئله تمامه. اکبر رفسنجانی اون تئاترش رو بازی کرد که همین آدم در واقع در استخر هنگام شنا سرش دیراب کردند و از میان برداشتنش. خب برآمدش هم جز این نمیتونه باشه. این جمهوری که جمهوری اشغالگر اسلامی که پایگذاری شده و پس از خمینی جنایتکار و نابخرد آمده رهبر شده و هنوزم بلکن در واقع نیست. بنابراین من فکر میکنم که از نظر شخصی خودم حال این که این غلام علی منصوری رو بگوییم که خودش خودکشی کرده، ولی من فکر میکنم که درست میفرمایید آخوندی خودکشی نمیکنه، برای اینکه اینا جانشون رو به خیلی چیزها رو دوست دارند. اما این کاملا میتونه درست باشه، خیلی ساده. تا هنگامی سالهایی در واقع برای رژیم کمک کار میکرد، حال آمده و در یه شرایطی وضعیتی قرار گرفته که اینها آدم کشاشون رو فرستادن، گفتن بهتره که پیش از اینکه دستگیر بشه و گرفتاری های دیگری به وجود بیاوره کارش رو تموم بکنیم و دست به یک چنین کاری کردند. و باید بگوییم همه اون کسانی که مورد تجاوز از سوی این آدم قرار گرفتند و خانواده هاشون، شکی درش نیست که شادمان هستند و درست هم هست که شادمان هستند، برای اینکه یک نابکار جنایتکار و دزد و غارتگر به مانند همه دزدان و غارتگران مافیایی این رژیم از میان رفته و خیلی ساده نمیتوان اشک تمساح برای یک چنین آدم جنایتکاری در واقع ریخت. من با اجازه شما این بخشی از این رو پخش میکنم برای اینکه بسیار مهمه. درود به شما جناب موسوی گرامی و سپاس از وقتی که در اختیار وبسایت نماد ملی ایران گذاشتید و در خدمت شما هستیم. متشکرم و درود به شما و تمام شنوندگان شما. جناب موسوی، همونطور که مطلع هستید جسد غلامرضا منصوری در نزدیکی محل اقامتش در رومانی پیدا شد. میخواستم نظر شما رو در این رابطه جویا بشم و اینکه آیا شما جزئیات بیشتری رو در این مورد آگاهی دارید که بفرمایید برای مخاطبین این برنامه. منم اول از مطبوعات شنیدم و با دادستانی و پلیس رومانی تماس گرفتم، چون مستحضر هستید که یک شکایتنامه به دادستانی من داده بودم که ایشون رو استرداد کنیم به آلمان برای زیر اتهامات شکنجه، آدم ربایی، گروگانگیری و تروریسم، و متاسفانه خوب موفق نشدیم. و البته هیچ کس از مردن انسانها و ترور شدنشون یا خودکشی کردنشون خوشحال نیست. من میدونید که من مخالف جدی مجازات اعدام هستم و در این مورد به خصوص تأسفم بیشتره، بدنیم که اگر ایشون ما
به پای میز محاکمه کشیده بودیم، من تردید ندارم با ادله‌ای که داریم، مدارکی که داریم، استشهادهایی که جمع کردیم، من تردیدی ندارم که ایشون محکوم میشد و محکومیت ایشون محکومیت جمهوری اسلامی میبود، محکومیت قوه قضاییه میبود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی درش قاضی داره که نه بازپرس، نه بازجو، نه نگهبان، نه پاسبان، ما کسی که محافظ در زندان، قاضی یعنی قاضی کسی که باید محافظ حقوق شهروند باشه. خودش متهم به شکنجه بود، خودش متهم به گروگانگیری بود، خودش متهم به آدم ربایی بود، خودش متهم بود و است که مسبب شروع جریاناتی بود که منجر به ترور زنده یاد سعید کریمیان مدیر عامل تلویزیون چم در ترکیه بود. این آدم ها وقتی در جای در کرسی قضاوت میشینن، وای به حال ملت ایران، نشون میده چه کسانی، چه جنایتکارانی، چه تبهکارانی بعد این 41 سال بر سر ملت ایران چه ها آوردن. من تأسفم از بین رفتن ایشون گذشته از جنبه انسانیش خیلی خیلی بیشتر از این است که متاسفانه نتونستیم با آوردن او، استرداد او و کشیدنش به پای میز دادگاه، جمهوری اسلامی رو به تمام دنیا به عنوان یک جمهوری آدمکش، آدمخور، نسخوش معرفی کنیم. تأسف من از اینه. خب من یه هفته و نیمی بود که یه هفته و اندی بود که روی این پرونده داشتم کار میکردم و شکایت نامه رو به دادستانی آلمان داده بودیم. من به عنوان حقوقدان تردیدی ندارم که ایشون محکوم میشد، ولی متاسفانه اینطور شد دیگه. بله، شما روز گذشته پیام توییتری منتشر کردید، از اینکه خبر دادید از اینکه این آقای منصوری تقاضای پناهندگی کرده، و از سوی دیگر پیامی از خود آقای منصوری. بله، من فکر میکنم کافی خواهد بود. سپاس، من تمام. سپاس از شما جناب دکتر کیانزاده عزیز. بله، این جنایتکاران رژیم اسلامی در ایران، اینها همه به سزای اعمالشون خواهد رسید دیر یا زود. این جنایتی اینها کردن، این در واقع تبهکاری هایی که در ایران کردند، این فشار هایی که به ملت ایران آوردند، این ظلم و جنایتی که بر ملت ایران کردند، نباید بدون پاسخ بود. خب یکی از این در واقع جنایتی که اینها میکنند زن ستیزیه که حتی در قوانین اساسی جمهوری اسلامی کاملا مشهوده. الان ما میبینیم که قتل های ناموسی اتفاق میفته بدون که کسانی که موجب این قتل ها شدن زندانی بشن، محاکم بشن. مواردی در این اساس، این قانون اساسی جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب قتل های ناموسی میشن از مجازات معاف باشن. ببینید، اصلا من میگم این قوانین در واقع بیابانگردانی که ایران رو اومدن و تصرف کردن. این قوانین حقوق بشری نیست، اینها قوانین مدرن امروزی نیست. الان ببینید در ایران این رومینا اولین دختری بود که به دست پدرش با داس کشته شد، با داس. بعد از اون یک بانوی 19 ساله با ضربات چاقو شوهرش و پسر عموش کشته شد. حالا هم ریحانه عامری که در واقع 25 ساله است در یک شامگاه به دست پدرش کشته شده که میگویند پدر فقط یک فلزی رو به سوی او پرتاب کرده، خورده به سرش و او هم افتاده و مرده. ببینید به این سادگی جان زنان ایرانی در جمهوری اسلامی بی ارزشه. آدم نمیدونه چه باید کرد با این افرادی که اینطور فکر میکنن، افرادی که مغزهاشون به این صورت تهی شده. بس به هیچ پدری که خودش به دست خودش فرزندش رو میکشه. من از جناب ارجمند خواهش میکنم ایشون میکروفون رو به دست بگیرن در این مورد و در هر موردی که دوست دارن سخنانش رو ابراز کنن. بفرمایید جناب ارجمند.
آره، بسیار سپاسگزار هستم. ضمن باز این که خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و دوستان گرامی هستم و همچنین با کسانی که برنامه رو میبینن یا میشنون، اولا من در آغاز برنامه گفتار خودم به ملت ایران و آزادگان ایرانی یه شادباش هم میگم. این هستش که شورای حکام یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان از اروپا در شورای امنیت در سازمان ملل متحد اینها تسلیحات به اصطلاح فروش تسلیحات نظامی رو به ایران تا سال 2023 معلوم به اصطلاح ممنوع کردن. خبر بزرگی است، خبر خوبی است و میدونیم که چین با امتیازهایی که از ایران گرفته و روسیه هم به خاطر این همه دلارهای نفتی که در اختیار داره از سوی ایران و این همه امتیازهایی روش گرفته از ایران و میگیره، در هر صورت این دو تا کشور دو کشوری بودن که رأی مخالف دادن و 7 کشور هم رأی ممتنع دادن ولی بقیه رأی موافق دادن و در صد ایران در شورای حکام محکوم شده و نمیتونه تا سال 2023 هیچ گونه تسلیحات نظامی رو توسعه بده و یا که وارد بخره یا وارد کنه. این خبر جالبی است به نوبه خودش، ولی این خبر مهم الان در شعاع یا در زیر پوشش این خبر جدید هستش که این قاضی جنایتکار که در دادگاه های بلخ، این دادگاه بلخ بسیار بسیار در نظر تاریخی خیلی مشهور هست که دادگاهی بود در بلخ و این در این دادگاه واقعا حکمهایی رو صادر میکردن که این حکمها به اندازه عجیب و غریب بود که معروف شد دادگاه بلخ و حتی شعری در این زمینه هست: گناهکار در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. خب در ارتباط با این کسی که به عنوان قاضی معروف هست، اولا من خیلی سپاسگزار هستم از تمام اپوزیسیون آگاه ایران در خارج کشور، به خصوص در آلمان که خیلی فعالانه کار میکنن. اون فیلم برداری که الان هفته گذشته کردن از اینکه رفته بودن و داشتن فیلم میگرفتن، این ایرانی‌ها که از حکومت اسلامی اومده بودن همراه با سفارت ایرانی‌های ساکن سفارت یا مسئول در سفارت مثل زواره‌ای ازشون فیلم گرفتن و این با دوربین خودش با همون موبایل خودش داشت فیلم میگه. به اینا میگفت شما از ایران اومدین اینجا فیلم بگیرین برای چی؟ گفت به خاطر که الان یه سری تظاهرات دارن میکنن به خاطر سیاه‌پوستی که در آمریکا کشته. پسر جوان بسیار راحت به اینا گفت خب شما اون همه جوان ایرانی در خیابان‌های تهران و 100 شهر ایران کشته شدن، کجا شما رفتین فیلم برداری کردین، از تلویزیونتون پخش کردین که حالا به خاطر یک سیاه‌پوستی که این آدم از سال 2000 هر سال 2 بار دستگیر شده، 3 بار دستگیر شده، همش به جرم فروش مواد مخدر کوکائین و مصرف کوکائین، درگیری، حتی تجاوز به یک زن حامله، نه تجاوز ببخشید، تجاوز به خانهش برای که سرقت کنه خانه اون رو و وسایل اون رو، حتی به این زن حامله رحم نکرده. خب یه همچین آدمی اون موقع هم که گرفتنش دقیقاً تحت تاثیر کوکائین بوده و پلیس هم واقعاً هم ناجوانمردی کرده و هم غیرقانونی عمل کرده و هم غیر انسانی عمل کرده به یه آدمی رو که میتونست قشنگ راحت دستبند به دستش بزنه و تسلیم دادگاه بکنه، ولی از دست این از بس خسته بودن خب پام زد روی گردنش و اینو میکشه. این محکوم هست، شکی درش نیست، ولیکن شما از ایران آمدین که این رپورتاج رو ببرین تو ایران پخش کنین که ببینین آمریکایی‌ها به جان شهروندان خودشون رحم نمی‌کنن و اینجوری می‌کنن با یک سیاه‌پوست. چرا؟ به خاطر که اینا سیاه‌پوست هستن. در که این دروغ آشکار است. شما تمام مردم ایران رو به گروگان گرفتین، تمام جوانان ایران رو تو خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها کشتید، با گلوله کشتید، به سرهاشون زدین. بیش از 100 نفر از این بچه‌هایی که کشته شدن به سرشون گلوله خورده. یعنی شما از پشت بام‌ها اینا رو زدین.
بدونی که بشنسی اینا کی هستن چی میگن، ولی شما مأمور بودین که اینها رو بزنین. مغز این جوان ها رو شما هدف خواهد داده بودین. شما با مسلسل رفتین در نیزارها جوانان ایرانی کشتین. حالا شما میان فیلم برداری میکنین از آلمان، چون کشور آزادی است و مردم این اجازه دارن که تظاهرات داشته باشن برای هر چیزی، و در نتیجه این آقایی که به عنوان قاضی معروف، قاضی پرونده لواسان معروف است، این آدم جنایتکار، این آدم شکنجه‌گر، این آدم دوست، راندخار، همه چیز به این آدم میچسبه. دیروز صحبتی داشتم با یکی از دوستان فعال در جبهه ملی ایران، ساکن اروپا، و ایشون برای من توضیح داد، دیشب من باهاش صحبت میکردم، آقای پیمان عارف نامشم مشخص، پیمان عارف به خاطر دوستی که با من داره و همسازمانی هستیم با هم، برای من تعریف میکرد، میگفتش که فلانی من قرار بود در دادگاهی که آقای موسوی، این به اصطلاح حقوقدان برجسته ایرانی که برای حقوق بشر و برای حقوق از دست رفته مردم ایران در حال تلاش هست و میخواد هر جنایتکاری که از ایران میاد بیرون و این حیات خلوت رو براشون آماده کردن اروپایی‌ها که بیان اینجا، و آدمایی هم هستن مثل سمیعی، پروفسور سمیعی، که واقعا حیات خلوت اینا شده، اینا رو میاره اینجا و امکاناتش و امتیازات خودش هم از تهران میگیره، اینا شرم‌آوره. ولی در صورت آدم با شرفی هم پیدا میشه مثل ایشون که یک تنه الان آمده و پیگیری میکنه و پرونده اینها رو به دادگاه‌های بین‌المللی میکشه. و از جمله یک فرخواست برای این آدم درست کرده بود و یکی از شاهدهای بسیار بسیار مهم این پرونده همین آقای پیمان عارف بود. پیمان عارف دیشب برای من صحبت میکرد، میگفتش که من قرار بود در این دادگاه شهادت بدم و چون که من رو هم شکنجه کرده این آدم، هم فحش داده و هم هزار گرفتاری برای من و هم زندانیان من در زندان اوین به وجود آورده در سال 1391، الان سال 1399، این پیمان عارف اون موقع در زندان اوین بوده به عنوان یه روزنامه نگار، همون گونه که خانم مقدم اشاره کردن، که از پرونده های واقعا رذیلانه ای که این آدم داره، این آدم در سابقه جنایتکاریش داره، همین هستش که هنرمندان و روزنامه نگاران و خبرنگاران رو این آدم به لاف به اصطلاح چیز میکرده، محکوم میکرده، به زندان میکشیده، تهدید میکرده، شکنجه میکرده از نظر روحی خودشون، خانواده هاشون. و پیمان برای من توضیح داد، براش نوشتم پیمان تو بایستی الان این مسائلی که بر تو رفته که الان تو اون دادگاه میخواستی مطرح کنی، الان این مسائل رو شما در سرویس های رادیو تلویزیونی خارج کشور مطرح کن و این آدم رو شما چون باش در زندان روبرو بودی و زندانیان دیگر، بگو که بر سر شما چه آورده و بر سر بقیه زندانی ها چه آورده. و در هر صورت ایشون به من گفتش که حتما این کارو میکنه، ولی شوکه شده بود واقعا، برای که میگفت این یه موقعیت بسیار مهمی بودش که ما یکی از کسانی که ماها رو در زندان شکنجه کرده، ماها رو در زندان توهین کرده، اذیت کرده، ده ها زندانی سیاسی رو به هیچ جرمی زندان کرده، این آدم از خبرنگاران و نمیدونم هنرمندان و این حرفات، تازه این آدم معروف است به قاضی پرونده لواسان. لواسان جایی هستش که به اصطلاح تمام این حکومتی ها اونجا ویلاهای واقعا چند میلیاردی درست کردن و در نتیجه اونجا شده یک محیطی برای اینا مثل بیولی هیلز امریکا در ایالت کالیفرنیا، برای اونا یه بیولی هیلز شده، یعنی برای حکومتیان شده و نمیخوان کسی غیر از حکومتیان اونجا باشه. شما یادتون هست که ما این خانواده
نهضت آزادی، این آقای چیز صحابی، پدر و پسر، اینا اصلا اهل همین جا هستن، همین آبادی هستن، همین جایی که ایشون مثلا قاضیش بوده. و این مرد رو کشتن، یعنی پسرش رو کشتن به شکل بدی و دخترش رو هم کشتن. برای چی؟ برای که اینا رو فراری بدن از لواسان، چون اینا جد بر جد اینا اهل لواسان هن. این به اصطلاح خانواده صحابی، ولی اینا نمیخواستن کسی غریبه اونجا باشه. در نتیجه بلایی بر سر این خانواده آوردن که اینا دیگه جرأت نمیکنن در لواسان بمونن. و اما به هر شکل ما رسیدیم به جایی که اینجوری بگم که ناصر خسرو قبادیانی در ارتباط با این آدمای جنایتکار مخصوصا چنین میگه، میگه موسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشت شوی زار، یا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. این دستش به خون ملت ایران مستقیم و غیر مستقیم آغشته است، به خون مردم ایران، جوانان ایران، روزنامه نگاران ایران، اندیشمندان ایران. و بعد دزده 500 میلیون دلار، میلیون یورو باج گرفته که بخواد پرونده رو راستوریس کنه. و این آدم در هر صورت به گفته آقای دکتر موسوی، کاوه موسوی، این خودکشی نکرده، چون اینا اولا تو این دین اسلام، این آخوندها خودکشی رو حرام میدونن، یعنی میگن کسی که خودکشی میکنه به جهنم میره. بعد در نتیجه این آدم خودکشی نکرده و نمیتونسته خودکشی کنه، ولیکن از جایی که با باند مافیا روبرو هستیم، روش های مافیایی در اینجا هست. ببینید دو روش ایرانی ها با هم تلفیق کردن، این حکومت اسلام، روش های کاگبه و روش های مافیایی سیسی. یعنی اینها اگر لازم شد مثل گرگ زمانی که گرسنه باشن یک دیگر رو پاره میکنن و میخورن. مافیا همین کار میکرد. مافیا اینا همه فامیل بودن با هم دیگه در سیسیل، همه با هم فامیل بودن، پسر عمو، پسر عمو، عمو، برادرزاده، چی چی. ولی وقتی که تقسیم غنایم میشد، کدام منطقه رو باید کدام خانواده مافیایی ببره، اینا هم دیگه رو میکشتن و میکشن هنوز. و در نتیجه اینها الان این آدم رو کشتن. چرا؟ به این دلیل که اگر این آدم به یک دادگاه بین‌المللی کشیده می‌شد در اروپا، ازش می‌کشیدن حرفایی رو مجبور بود بزنه، که این حرفا می‌توانست کاملا چهره‌های پشت پرده حکومت اسلامی رو هم برملا کنه و این حکومت نمی‌خواست. و من اینجا به همیهنان گرامی خودم، مخصوصا دوستانی که در آلمان ساکن هستن، ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که این مسجد هامبورگ رو اینها ببندن. این مسجد هامبورگ، بدانند دوستان، از زمانی که حکومت اسلامی ایران برقرار شده، میدونیم در زمان شاه فقید ایران، بهشتی، همین آیت الله بهشتی که ترورش کشتنش، چون مسئول این مسجد بود، این مسجد در زمان شاه ساخته شد و به پیشنهاد آقای شریف امامی، اون فراماسونر معروف، قرار شدش که آقای بهشتی رئیس این تشکیلات باشه و بود. و در نتیجه این مسجد موند برای این حکومت و این حکومت اینو تبدیل کرده به یک لانه جاسوسی و یک جایی که اینها عوامشون میان همونجا ساکن هستن و همونجا برنامه‌ریزی میکنن، همونجا ترورشون هم، ترور میکنوس رو از همونجا سامان دادن، ترور دکتر بختیار رو از همونجا سامان دادن و همه ترورهای خارج کشور رو اینا از همون مسجد هامبورگ انجام دادن. بر هر آزاده ایرانی است که این مسجد رو، همون گونه که حزب الله لبنان رو در آلمان غیرقانونی اعلام کردن، باید همیهنان ما تلاش کنن
این مسجد هامبورگ رو درش تخته کنن و بدانن که اینجا جاییست که خیلی از جوانان ایرانی یا ربوده شدن به وسیله برنامه‌ریزی اینها یا کشته شدن یا ترور شدن. شرفکندی نمونه بارزش در میکنوس هست و همراهانش. در هر صورت سپاسگزار هستم و ولی متاسفم که این آدم کشته شد، کشتندش. اگر این آدم به دادگاه می اومد با جسارتی که ما در دکتر کاوه موسوی میبینیم و پیگیری های ایشون و مسئله حقوق بین الملل رو که خوب میشناسه، ایشون میدونیم و مطمئن بودیم که خیلی از مسائل پشت پرده حکومت مافیای ایرانی قشن روشن میشد. ولی چوبختانه با کشته شدن این آدم، خب باز هم حکومت اسلامی توانست از این دام رهایی پیدا کنه. سپاسگزارم. سپاس از شما جناب ارجمند گرامی. عرض کنم خدمت شما و همیهنان عزیزمون در درون مرز و برون مرز، کمپین یک ملت یک پرچم برای آزادی ایران ما، برای آزادی مردم دربندمون، برای نجات فرزندانمون، برای آزادی بانوانمون، برای خاتمه دادن به کودک آزادی، برای رهایی سرزمینمون از چنگ این دیوانگان و مجنونین، برای پایان دادن به سرکوبا، برای پایان دادن به چپاول و دزدی‌های آخوندها و سرداران قاچاقچی، برای پایان تباهی آب و خاک و هوای ایران، برای پایان اعدام‌ها، برای پایان دادن به شکنجه، برای آزادی زندانیان سیاسی و برای بازگرداندن ارزش و اعتبار ایران و ایرانیان در جهان و برای پایان سرکوب‌ها در حال انجام. امروز اولین گام برای این کار به صورت اعتراض و محکوم کردن جمهوری اسلامی به صورت تظاهرات و سراسری انجام میشه. من هم خودم ساعت 5 در کلن خواهم بود که با دوستان اون وسایلی که لازم هست تهیه کردیم بگذاریم و ساعت 6 تظاهرات بزرگی رو در شهر کلن بر علیه جمهوری اسلامی و بر علیه اونهایی که حکومت اسلامی کثیف اشغالگران ایران رو حمایت میکنن. و اونجا از ملت آلمان خواهیم خواست که باید اعتراض کنن به این حکومت ها، باید بخواهن که دست از پشتیبانی از این رژیم کثیف رو بردارند و ملت ایران رو پشتیبانی کنن، ملت ایران رو حمایت کنن که بتونن تغییری در این وضعیت ایجاد بشه و حاکمیت مردمی پارلمانی مردم در ایران ایجاد بشه. فکر میکنم به آخر برنامه ما رسیدیم و من از سروران، دوستان و عزیزانی که در این برنامه شرکت کردن سپاسگزاری میکنم، از جناب دکتر گیانزاد، از بانو مقدم، از جناب ارجمند و جناب بویا بهرامی، و تا هفته آینده بدرود میگم و پاینده ایران و با امید آزادی و سربلندی ایران بدرود.